روح قدوس تو را من یافتم، راز رمز عشق را من یافتم. روح قدوس تو جانم تازه کرد، تازه من هویتم را یافتم. روح قدوس تو روح عاشقی است، روح حکمت، روح فرزند خواندگی است، روح قوت از پدر نه روح ترس، روح تکمیل برای عاشقی است. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، به طور خاص تو هموطن عزیزم که آدینه شب رو داری به سر میبری، از خداوند میخوام که این قوت و این آرامش روح القدس باشه که امشب تو رو حمایت کنه، حتی اگر در سختی ها هستی، حتی اگر در نگرانی هستی، حتی اگر خودتو توی ضعفی میبینی، اینو بدون که خداوند میخواد حامی تو باشه، خداوند میخواد کنار تو باشه. شاید بگی که من که مثل شماها به مسیح ایمان ندارم، اینو بدونید خدا برای همه هست. خدای ما خدای مذهبی نیستش، برخلاف انسانهایی که مذهب رو انتخاب میکنن، خدا عشق رو انتخاب کرده، خدا تو رو انتخاب کرده، خدا با تو کار داره. هموطن عزیزم، هر دین و هر باوری که دارید بپذیر که خداوند میخواد امشب تو رو لمس کنه. مشروطه بر این که با دعاهای ما همراه باشید. اگر مایل هستید میتونید تماس بگیرید با شبکه محبت. مشاورین ما در خدمت شما هستن، من و خواهرم سمی نیست در خدمت شما هستیم برای دعا کردن. و اگر آماده هست قلبت رو بده به عیسی مسیح. اگه میخوای مذهبی فکر نکنید، با مسیح همراه و هم فکر باش. درود میفرستم خدمت خواهر عزیزم سمی جان که با ما هستن. عزیزم آدین شب عزیزان به خیر و خوشی و سلامتی باشه. خدا رو شکر میکنم برای خداوندمون عیسی مسیح که اجازه داد جمعه دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم. آمین. و در اصل میزبان ما خود خداوند زنده عیسی مسیح هستش. ایمان دارم که این برنامه رو هر موقع ببینین، هر موقع چه الان باشه و چه در آینده، خداوند میخواد برکت سلامتی و شادی و واقعا آزادی برای شما بیاره. آمین. و ایمان دارم که جایی که مسیح هست جای عشق و آزادی، محبت و گذشت. حقیقتا خوشحالم که امروز دوباره من قرار برنامه رو اعلام بکنم. فقط این کشش رسول عزیز و من خیلی دوستش دارم. ما قراره هر بار برنامه شروع میشه یه شعری رو با هم بخونیم. و جالبه که این بار دوم هفته دومه و کامرا میاد و من واقعا مبهوت به کامرا نگاه میکنم و میدونم که واقعا الان دیگه احساس میکنم خداوند میخواد اون لحظه من در سکوت باشم و کشش رسول شعر رو بخونه، چون هر از این اتفاق استفاده میکنم. بله، این اتفاق افتاد و واقعا این بار دیگه من از روح القدس خواستم که بر من باز کنه که چرا وقتی کامرا رول میکنه من اول شعر رو که قراره من بخونم در سکوت قرار میگیرم. باز هم این رو میدم به دست عیسی مسیح زنده. ایمان دارم که خودش رهبر و عاشقه. آمین. و من عاشق مسیح هستم. خدا باشه برای مسیح. آمین. و برای زنده کیفش در هم هست. بله. که اتفاقایی که توش میفته اتفاقایی هستش که غیر قابل پیشبینی هست. بله. و خوبه اتفاقا. و ما چون با دعا و هدایت روح القدس در خدمت شما هستیم، هر آنچه که پیش میاد هللویا. اگر شما نمیگفتی این موضوع رو کسی متوجه نمیشد. نمیشد ولی واقعا صداقت خواهر ما هست. آمین. و اینو میدونم که شش هست. و اینو بدونیم حقیقتا هموطنان عزیز، امروز من و خواهرم سمی، حتی برنامه گذارانی که قبل از ما هستن، پیشتری عزیزم و خواهر الهام عزیز، هر این عزیزان، همه ما با دعا میاییم و قلبمون برای شما هست. آمین. چرا که این قلب رو مسیح گرفته. آمین. مال تو هموطن عزیزم باشه. آمین. درباره هر موضوعی هم که صحبت میکنیم با تمام دلمون صحبت میکنیم و دوست داریم که شما عزیزان رو در این ساعتی که خداوند اجازه داده در خدمت و مهمان منازل شما باشیم رو با دعاهامون بتونیم همراهی کنیم. آمین. دعاها با ما هستش
مطالب رو ما میگیم ها. اما این خدا هست که تسلی میده، این خداوند هست جواب سوالات شما رو میده، این روح القدس هستش که قوت شما خواهد بود در سختی ها، و این خدای پدر هست که شفا دهنده هست. آمین. در نام عیسی مسیح. حالا بفهم اعلانات رو، اعلان برنامه ها رو بکنم. ما سه شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت ایران تا ساعت 9 صبح به وقت آمریکا لس آنجلس ما برنامه دعا داریم در کلیسای پرستندگان مسیح که رسول عزیزم هستن. روبن عزیز اونجا پرستش رو شروع میکنن با اون انگشتای سحرآمیزشون تحت روح القدس عزیزم. البته ایشون رهبر گروه پرستش شما در کلیسا هستن و عزیزان میان اونجا و شما ها تلفن میکنین. خدا رو شکر برای تک تک شما عزیزان که میان و خبر خوش به ما میدین، و وقتی ما دعا میکنیم در اصل خداوند اجازه میده که روح مقدسش کار بکنه در زندگیاتون، شفا و آزادی و برکت بیاد توی خونه هاتون. آمین. شبای پنج شنبه ها ما توی کلیسا از ساعت 7:30 تا 9 شب برنامه داریم. بازم شکر میکنم برای وجود بهروز عزیزم که این برنامه رو میذاره به طور زنده روی فیسبوک، و شما عزیزان در لحظه که ما داریم برکت میگیریم از خداوند، شما عزیزان هم صاحب اون برکت بشین. و واقعا بسیار من احساس زیبایی میکنم وقتی که میبینم این برنامه داره پنجشنبه شبا پخش میشه، چون پنجشنبه شبا خیلی خودمونیه و ما برای همدیگه دعا میکنیم، گروه گروه میشیم و کلامی رو خداوند اجازه میده که شش اسطور تهیه کنن تحت واقعا روح مقدسش، روح القدس، و ما این کلام رو میشنویم، با هم صحبت میکنیم، مشارکت داریم. خوشحال میشیم شما عزیزان اگر توی ولی هستیم یا جای مختلف هستیم میتونیم پنجشنبه شبا ما رو جوین کنین، در اصل به ما بپیوندین در خونه پدری که واقعا زنده است و نامش مسیح زنده است. ما خوشحال میشیم که اونجا از شما پذیرایی کنیم بعد از برنامه کلیسامون. یک شنبه شبا، یک شنبه ها از ساعت 1 تا ساعت 3:30 بعد از ظهر توی کلیسای پرستندگان مسیح که آدرسش هست 7475 Fallbrook Street West Hills ما کلیسامون برنامه داره. برنامه موزیک پرستشی داریم که شش اسطور کلام دارن. بهروز عزیزم اعلام برنامه ها میکنن، برادر عزیزم بهروز جان، و بعد از اونم مشارکت داریم تو اتاق مشارکت، با هم غذایی رو میخوریم یا شیرینی میخوریم، و در اصل در اول کام ما با کلام خداوند شیرین میشه و بعد اونجا است که ما همدیگر رو بیشتر میشناسیم و راجع به مسائل مختلف صحبت میکنیم. اگر کسی نیازی به کمکی داشته باشه و کلیسا بتونه اون کمک رو انجام بده، با تمام دل جون خادما اونجا هستن که منم یکی از اون خادمین هستم، و واقعا 7 ساله که من خداوند اجازه داده تو اون کلیسا قدم بذارم، ولی خودش انتخاب کرده. خدا رو شکر میکنم برای دوتا عزیزی که دیشب اومدن، دوتا خانوم که واقعا خداوند قلبش رو لمس کرد و اجازه داد که من براشون دعا بکنم، و اونا جز ملکوت خداوند و به خانواده خداوندمون عیسی مسیح اضافه بشن. بچه های گم شده زیادن از خداوند. دعا میکنم که سرزمینمون ایران واقعا نور مسیح رو ببینه و واقعا از تاریکی بیاد بیرون، چون اون نور و مسیح شبی که تو خوابم اومد به من داد و منو نجات داد. خوشحال میشیم که برین روی اپ استورتون، روی اپ اپلیکیشنتون، روی تلفناتون و بزنین امید جاودان و عضو بشین، سابسکرایب بشین، چون امید جاودان برنامه های 24 ساعته داره و این برنامه 24 ساعته شامل موزیک هست، فیلم هست، از کشیشان عزیز و موزه هاشون استفاده میکنیم توی برنامه هامون، و خدا رو شکر کنیم برای وجودشون، چون اونا جزء بدن مسیح هستن و ما در اون کلیسا و در اون کلام همه کلیساها بدن مسیح هستن و سر کلیسا خود مسیحه، و تنها کسی که باید جلال پیدا کنه و شایسته جلال خود خداوند یهوه هستش، و ما خوشحال میشیم که شما جزء خانواده ما در امید جاودان بشین هستین بشین. و اگر دوستانتون هنوز راجع به این مسئله نمیدونن، خواهش میکنم باشون صحبت بکنین، چون واقعا این تجربه شخصی خودمه دارم میگم، چون 7 ساله که من این کلامو دارم میخونم و این بایبلی که روبروی
خودم دارم. 7 سال پیش خداوند در اتاق خوابم به من نشون داد و من همیشه میگم و خواهم گفت و اعلام خواهم کرد، چون مسیح این انجیل رو به من نشون داد و من نمیدونستم این انجیل رو دارم، هرچی در این انجیل هست و به نام عیسی مسیح قبول دارم و با تمام وجود اعتماد دارم بهش، به وعده هاش که در این کلام به ما گفته شده اعتماد دارم و اون اعتماد رو به من در قلبم در جایی که به من نشون داد روزه که من وارد کلیسای پرستندگان مسیح شدم و اون سپتامبر 18 2011 بود که وقتی من روی صندلی تو اون کلیسا نشستم، خداوند اون اعتماد رو به من داد که به کشیش رسول اعتماد پیدا کنم، چون ایشون به من گفتن که کشیش رسول کشیش منه، ایشون به من گفتن که اون کلیسا کلیسای منه و ایشون به من اعلام کردن و به من گوشزد کردن که من باید در اونجا بهشون خدمت کنم. و من هیچ خدمتی رو، من بیزنس داشتم برای 22 سال، ولی 7 سال اون آفیس شده خانه‌ای که قلب‌ها لمس میشه، مریضا شفا پیدا میکنن در نام عیسی مسیح، روح‌ها زنده میشه و زندگی مشتریایی که خداوند تو آفیس من آورده عوض میشه و با اون هدیه که همون نبوت و واقعا فقط مال خود مسیحه به من اجازه داده ازش استفاده کنم، جونها نجات پیدا کنن. آمین. سپاسگزارم، مرسی از مطالبی که گفتی. عزیزان روی خطوط ما اومد، سپاس از تحملتون. از همین ابتدا از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش تک تک شما عزیزان رو برکت بده با آنچه که آرزوی دلتون است. بریم با هم دیگه اولین خط رو داشته باشیم. جان بخش عزیز رو خطی عزیزم. الو، هلو، درود بر شما، وقت شما بخیر، بفرمایید. قربان شما، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. متاسفانه صدای شما مفهوم نیست، شما متوجه میشید؟ جان بخشان یه جا وایسین که ما صداتو بهتر بشنویم. صداتو مفهوم نیست برادر عزیزم. الان خوب شد؟ الان بهتره، بفرم. متوجه میشه؟ متاسفانه صداتون مفهوم نیست، ولی که تقریبا متوجه شدیم. بله. برادر عزیزم لطفا لحظه با دعای من متحد باشید. آمی. برای شما دعا میکنم، همچنین دیگر هموطنان عزیز که میل به این دارن براشون دعا بشه نسبت مشکلات زندگیشون، مسئله مالیشون هستش که متوجه شدم برادرم یکی از نکات رو این اعلام کرد. بله. با ایمان بپذیرید. آمی. یک بار دیگه عرض میکنم هموطن عزیزم که به مسیح ایمان آوردید، شما دیدید و چشیدید. آمی. اما تو هموطن عزیزم که هنوز نمیدونید ولی خدا رو دوست دارید، حتی رو توی مذهب خودت که هستید باورهایی رو دارید، دلت برای کارهای نیکو نیز میتره. آمی. و قبول داری خدای تو خدای عشق و محبته، قبول داری که خدا که اعلامش میکنی از پدرت بیشتر تو رو دوست داره. آمی. اگه این گونه هست لطفا، مهم نیست مذهب تو چی هست. آمی. مهم این است که یک بارم شده از خدا حقیقت رو بخواب. آمین. حتی شده در نام عیسی مسیح بذار برای دعا بشه. آمین. و اجازه بده که این بار بچشی که خدا خدای نیکو هست. آمین. فقط نشنویم بلکه محبت خدا رو بچشیم. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای برادر عزیزم جهانشاب، برای قلب خوب شیخ خداوندا، برای ایمانی که داره در از با تو تماس گرفته. ما نیز با او متحد میشیم و از تو میخوام در ابتدا روح مقدس تو، آرامش تو، تسلی تو وجود برادرم را در بر بگیره و او را برکت بده در نام عیسی مسیح، به آنچه که نیکوسته خداوند، به آنچه که نیاز و حاجتش است. و همچنین دیگر هموطنان عزیزم که با دعای من
متعهد هستم تا آنها را برکت بده خداوند و به مصلحت‌های دلشون و آرزوهاشون و هر ضعف رو به قوت تبدیل کن و تو جلال یابه پدر جان و آنچه که عزیزان میطلبند و اراده تو هست. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین که هموطن عزیزان با ایمان دریافت کنیم. اگر مطلبی نیست شما رو دستان خدا میسپارم. بریم با هم دیگه خط دیگه داشته باشیم. زیور عزیز روی خط هستی عزیزم. بوشی بوشی وقت شما بخیر. الو جانم بفرم. الو جانم بفرمایید. خواهر زیور بفرمایید. زیورم در خدمت شما هستیم بفرمایید. ببخشید من مدت تو مایی دیگه ایمان آوردم. خدا رو شکر. مبارک باشه. خدا رو شکر. بله بعد من تارکتاب دارم. تارکم ندارم. چی دارم؟ تارک ندارم. انجیل ندارم. انجام بدم. بله تر کسیمت وجود منو برداشته. بله بعد یه پسرم دارم به اسم حال. بعد استرسیم زیاد اسم پسر چیه؟ دلمون دادیم به عیسی مسیح ایمان آورده. خدا رو شکر. من دومون ایمان. خدا رو شکر. آره حالا بیدست شده. بیدست شدم ولی میخواد برم دعا کنم. حتما. آمین. زیبر جان اسم پسر چیه؟ اسم پسر من میلان دیگستم. میلان. بله حتما. حتما زیبر عزیز با ایمانی که داریم. میلاد و هادی؟ برم دعا کنیم. چشم لطفاً با دعای من متحد زیور جان لطفاً با دعای من متحد بشید. آمین. لطفاً لحظه با دعای من متحد بشید و اگر هموطنانی هستن که دوست دارن برای فرزندانشون در دعا باشیم لطفاً اینو بدونیم عزیزم وقتی ما دعا میکنیم در اصل آنچه که انجام میشه صوتی از دهانی نیستش که اعلام بشه بلکه در اون قدرت هست. کلام خداوند اعلام میکنه هیچ نامی غیر از عیسی مسیح زیر این آسمان به ما داده نشده. آمین. که در نام اون نجات پیدا کنیم و مصلحت دلمون رو بخوایم. پس این رو مطمئن هستیم که خداوند مطابق فیضش و وعده‌ای که داده دعای ما رو اجابت میکنه. اما فراموش نکنیم هموطنان عزیز که نجات و رستگاری رو مسیح اولین قلمروی محبتش در مسیر زندگی ما بوده که نجات رو ما داده. روی زمین مشکلات هست، سختی ها هستش، اما ایمان داریم حمایت دست پدر ما نیز با ما هست که خدای قدوس است. لحظه با دعای من لطفا زیور جان شما متعهد باشید. پدر جان خداوند تو رو شکر میکنم برای این محبت عظیمت. شکرت میکنم که خودت فرمودی نزد تو بیاییم تا ما رو اجابت کنی و از آن چه نمیدانیم تو ما رو آگاه سازی. شکرگزار هستیم که دیوار بین ما و تو که گناه بود و دلیلش ما بودیم به توسط خداوند عیسی مسیح روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرد این دیوار ریخته شده. اینک به راحتی میتونیم به پاس خونی که بر ماست از مسیح نزدیک تخت رحمت تو بشویم. پس خواهش میکنم در نام عیسی مسیح یک بار دیگه خدا به توسط روح القدس خواهرم زیور خدا و این خانواده رو لمس کن به آرامش و تسلی خودت. میلاد عزیزم رای خدا من برکت بده به آنچه که مادرش میخواد و نیازش هست و تحت اراده تو نیکوسته خدا این عزیز رو و این خانواده رای خدا من برکت بده و تو نیز جلال یاب ای روح القدس عزیزم. ما ایمان داریم آنچه که تو در ما شروع میکنی با فیضت به کمال میرسونی. پس زیور عزیز روی خدا و این خانواده رو مطابق فیضت برکت بده به تمام ایامی که تو با آنان خداوند هدیه کردی و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین 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 که با ایمان خواهر عزیزم دریافت. خدا حفظتون کنه. خدا رو شکر برای مسیح. ممنون زیاد. مرسی. خدا نگهدار. جانم بفرمایید. آره سلام. درود در شما بفرمایید. درود در شما. من میلاد هم میلاد. میلاد جان. بفرمایید در خدمتتون هستم. پسرش نه. بله. مرسی عزیزم. بفرمایید. برای من بهتر خدا بهتر شد. جان.
خدا رو شکر بهتر شده برای خدا رو شکر. هللویا. بهتر از اینم خواهی شد میلاد جان. میلاد جونم مطمئن باش که خداوند با فیضش شما رو برکت خواهد داد تا از این نیز بیشتر بهتر باشید. آره حتما دایما با شما هست ای عزیزم، دایما با شما هستش. خواهش کنم مواظب خودت باشی. شما رو دستان مسیح میسپاریم. سپاسگزارم از اینکه با ما بود جان. بله خب فیلم ترسناک مسلمان اذیت میکنه حالا. نبین دیگه فیلم های ترسناک. البته فیلم های ترسناک فیلم های هیجان هست و معمولا جوانان مایل هستن فیلم های ترسناک رو نگاه. ولی جان پس اجازه بدید من صدای شما رو مفهوم نیست. من شما رو دستان خدا میسپارم در این رابطه صحبت خواهم کرد مقداری. شما رو دستان خدا لطفاً گوش کنید. خدا نگهدار. خب هر فیلمی با هر موقعیتی که داره، حالا اکشن هست، ترسناک هستش، کمدی هستش، معمولاً سین خودشو داره. بله. و با توجه به دنیایی که اینقدر آشفتگی درش هست، این همه اخبار بد هست، مسلماً فیلم ترسناک تاثیر بدی میذاره. حالا میگم برای هیجان جوانان دوست دارن، تینیجرها دوست دارن، گاهی بزرگا دوست دارن یه فیلم ترسناک رو ببینن. مسلما اون خود اون فیلم ترسناکی که شما دارید میبینید نمیتونه یه قدرتی داشته باشه که باعث این بشه که زندگی شما تحت پوشش خبرهای بد قرار بگیره. اما ذهن ما رو آسیب خواهد زد. باید ببینیم ما کجا ایستادیم از نظر موقعیت فکری و احساسی، و آیا میتونه برای ما سالم باشه اون فیلمی که داریم میبینیم، حالا تا چه مقدار ترسناک هستش. همه اینها برمیگرده به اون نیاز احساسی ما، مانند که افراد میرن به شهر بازی که خب بازیای خیلی خطرناک داره. آیا ما میتونیم بگیم این بازیای خطرناک گناه داره؟ خیر، باید ببینیم آیا ما آمادگیشو داریم که با این بازیها همراه باشیم یا نه. معمولا من خودم نمیرم، ولی خب شاید خیلی ها هستن که سنشون از من بیشتره، ولی هیجان رو دوست دارم. کلا همون گونه که بدن ما دهان داره و ما میخوریم و نفس میکشیم و هوای آلوده آسیب به بدنمون میزنه، این رو بدونیم سیستم مغزی ما هم که به توسط چشمان ما و گوشهای ما هستش که خوراک اون هضم وجود درونش میشه با دیدن و شنیدن، این دیدن فیلم ها میتونه رو ما تاثیر بذاره. پس باید در رابطه با دیدن فیلم ها نیز توجه داشته باشیم که چه فیلم هایی رو میبینیم، آیا واقعا نتیجه مطلوبی داره، آیا میتونه من یک هدفی رو بده، آیا در مسیر رویای من مفید هست و یا نیستش. مطلب دیگه که میخواستم خدمتتون عرض کنم در رابطه با کمپین خدا محبت هستش. کمپین خدا محبت هست رو عزیزان لطف میکنن بازم برای ما دارن میفرستن. حتی ما هنوز نتوانستیم اینها رو ویدیوهای مجزا بکنیم. بله، اما تشویقتون میکنم بر در و دیوارهایی که مراکز اسلامی هست لطفا بنویسید که خدا محبت هست. و قبلا هم انگلیسی اعلام هم میتونم بنویسن God is love. بله God is love هم میتونید بنویسید. هدف ما این هستش که آنچه را که نظام اسلامی در طول این 40 سال اعلام کرد که به عنوان به نام خدا این همه ظلم و ستم کردن، ما بتونیم در برابرش بیسیم. عزیزان میتونید به روی سایت ما pwoc.church مشروط بر این که مایل هستید عضو سازمان ونگارد پیس میکرز بشید. سازمانی هستش که برای آینده ایران برنامه داره. آمین. برای آبادانی ایران برنامه داره. آمین. و مشروط بر این که شما تخصصی رو دارید نسبت به اون تخصصتون، چرا که عضو نمیپذیره مگر عضو فعال رو میپذیره. عضو فعالی که بتونه در قلمرو دعا ما بدونیم که واقعا برای این سازمان داره دعا میکنه. آمین. در رابطه با آبادانی ایران نسبت به اینکه بتونیم کمک کنیم به معتادینی که در ایران هستن در آینده بعد از عبور از سرنگونی نظام اسلامی بتونیم برای ترک اعتیاد بتونیم کمک کنیم، برای بچه های خیابانی، زن های بی سرپرست، خانواده هایی که در بیوزات هستن شرط خوبی ندارن. آمین. این سازمان در این اندیشه هستش و تدارکاتی رو نیز آماده داره میکنه.
از این رو هستش که شما عزیزان هر کجای دنیا هستید، مشروط بر این که مایل هستید میتونید به روی سایت ما اونجا عضویت رو نوشته به عنوان عضو بشید و میشینیم صحبت میکنیم. حتما کنفرانس هایی خواهیم داشت که بتونیم صحبت کنیم در رابطه با آینده کشور عزیزمون. سپاسگزار هستم از اینکه معلمین و شاگردان نیز دست به اعتصاب زدن. لطفا این اعتصاب رو ادامه بدید عزیزان، نتیجه مطلوب خواهد داشت. دیر یا زود که زود خواهد بود، این نظام اسلامی سرنگون خواهد شد، اما اون همت شما هست. خداوند میخواد ما که این بر هستیم هم داریم دعا میکنیم و هم دست به همت هم زدیم و شروع کنید. همه با هم توی محله ها همه با هم یک دل بشید، قبض های آب و برق، تلفن، گاز رو نپردازید و این نوع مبارزه مبارزه‌ای هستش که کمک خواهد کرد که با کمترین خسارت به کشور عزیزمون و کمترین خونریزی به فیض خداوند این ظالمین از کشور عزیز ما برن و ما کشور عزیزمون ایران رو پس بگیریم. از اتاق فرما خارج می‌کنم، بریم با هم دیگه سرودی داشته باشیم و همچنین کلیپ خدا محبت هست رو. خدا محبت است، مطابق نامه اول یوحنا 4:8 گواه بر این است که خدا محبت است. اما آنچه در نظام اسلامی در طول 40 سال با بستن دانشگاه‌ها در ابتدای به قدرت رسیدن نظام اسلامی و اعدام فریختگان کشور، شکنجه و کشتار معترضین به نام خدا، ایجاد فقر و فساد و به سرقت بردن اموال عمومی و منابع کشور به نام خدا و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور در جهت ترویج ایدئولوژی خصمانه و جنگ طلبانه اسلامی به نام خدا، تحقیر جوانان کشور، بیکاری و جلوگیری از بروز احساسات و استعداد و اندیشه آزاد که بزرگترین علت مهاجرت گسترده آنان می شود به نام خدا، سرکوب دگر باورمندان، اعدام، ترور، زندان و شکنجه کشیشان و ایمانداران مسیحی، بستن کلیساهای فارسی زبان، حملات پیوسته به کلیساهای خانگی به نام خدا تحمیل شده است. بر آن شدیم کمپینی ایجاد کنیم که بر در و دیوارهای ایران حقیقت یهوه خدای زنده را فریاد زنیم که خدا محبت است. بگذار بریزد باران آسمانی، باران برکت از سما، بگذار بریزد باران محبت، سرشار کند عشقی سما. ای روح تسلی، ای روح شفا، بگشا درهای آسمان، آزادم نما. ببار از آسمان، ای روح القدس، ببار وجودم، ببار از آسمان بر روح و جانم، ببار از آسمان. بگذار بریزد آن روحت از بالا، همچون باران بهاران، بگذار بریزد
باران بیداری، با رعد و برق آسمانی، ای روح تسلی، ای روح شفا، بکشا درهای آسمان، آزادم نما. ببار از آسمان، سپاس از اینکه عزیزان با ما هستید. این برنامه زنده هستش برای امید جاودان و متعلق به تو هموطن عزیز و گرامی داره که پایین تلویزیون نشستی. باز یک بار دیگه عرض میکنم، نه متعلق به تو هموطنی که قلبت به مسیح داده شده، بلکه هر کسی که خدا دوست هست. آمین. هر کسی که خدا رو باور داره. آمین. هرچند امروز از دیدگاه من یک شخص فقط مذهبی هستش، اما این علاقه شما، این عشق شما به خدا، اگر امروز میبینید در برابر این برنامه نشستید و داری گوش میکنید، بدون خدا با تو کار داره. آمین. چقدر زیبا هستش که ما نگاهمون رو به اطرافمون نیز بدوزیم. در گذشته خود من فقط از یک پنجره دوست داشتم نگاه کنم، ولی وقتی که مسیح رو ملاقات کردم، دیدم پنجره های دیگه ای هست. هرچند تنها پنجره‌ای که منو متقاعد به حقیقت و محبت مسیح کرد، پنجره‌ای بود که رو به مسیح باز بود. اما حتی امروزم که مسیح ایمان آوردم، خودم رو محدود نمی‌کنم به اینکه به پنجره‌های دیگه نگاه نکنم.
به پنجره های دیگه هم نگاه میکنم تا بتونم برای خدمتم و برای رشد ایمانم نیز مفیدتر باشم. پس تو هم وطن عزیزم تشویقت میکنم، امروز که خودتون مسلمان میدونید میتونی درخواست کنید ما انجیل رو برای شما هدیه میفرستیم. آمین. و یا روی اینترنت برید مطالعه کنید انجیل رو، روش تفکر کنید، چرا آمی. که به ابدیت شما مربوط میشه. به چه دلیلی باید شخصی به نام رسول که قبلا در گذشته در یک خانواده مسلمان متعصب مبارزه اسلامی تو یک سازمان سیاسی اسلامی بوده اما امروز به مسیح ایمان میآورد؟ پس اگر این میتونه برای شما سوال باشه حقیقت رو بخوام. از جلوی پنجره‌ای که در زمان کودکی بهت یاد دادن فقط از این نگاه کن، بلند شو به پنجره های دیگه هم نگاه کن. آمی. تا برای تو حقیقت بهتر باز بشه. آمی. بریم با هم دیگه خطی رو داریم داشته باشیم و بعد ادامه خواهیم داد اگر آمی. لازم باشه در این رابطه. آقای باقری عزیز رو خط هستید، وقت شما بخیر، بفهم خواهش. بله بله بله، خسته نباشید، پاینده باشید، بفرمایید. درود بر شما. یکی از دوستان شما رو داده بود، بعد ما این مشکلی میشه که با شما مشورت کنیم. جانم بفرمایید، خواهش کنم، امیدوارم بتونیم کمک کنیم. ما یه دو ماهی هست خانممون بی دلیل لکی قهر کرده، رفته هر کارش هم میکنیم نمیاد سر خونه زندگیش. آه جانم. به هر حال آقای باقری حتما برای خودش دلایلی داره، بی دلیل که نبوده، اما الان که اینجا نیست خود شما هستید آقای باقری عزیز. آمین. که تماس گرفتید، همون گونه که میدونید برنامه ما برنامه مسیحی هستش، من کشیش هستم، خادم خداوند خواهرم سمی کنار آمین. من هستش. آمین. ما در ابتدا می توانیم برای شما دعا کنیم با این دل خوبت. آمین. که تماس گرفتی از خدا بخوایم. در کتابی هست به نام ارمیا خداوند میگه مرا بخوانید تا شما رو اجابت کنم. آمین. و از آن چه نمیدانید شما رو مطلع کنم. مسلما بین زن و شوهرها اختلافاتی هستش، اما ما یاد میگیریم چگونه این اختلافات رو در مسیر تفاهم در کنار هم قرار بدیم تا زندگی ما بتونه اون دوام سالم رو داشته باشه. من تشویق میکنم شما رو آقای باقری عزیزم که لطف کنید با همسر تماس بگیرید، اگر ایشون صلاح میدونه، اگر خودتون صلاح میدونید، با یک مشاور خانواده صحبت کنید که اون شخص بیاد از نسبت به اون در از آگاهی و اطلاعاتی که داره به شما کمک کنه. خود شبکه محبت در خدمت شما هست، منم هستم در خدمتتون که بتونیم در این رابطه کمک کنیم ببینیم چه خبر هستش. ولی تو یک برنامه بسیار کوتاه جان بفرم. میگم هرچی ما بهش میگیم بیا مشاور، میگه نمیدونم دقیقا دقیقی داره، حالا تو همین بوده بگیم بیا مشاوره، میگه من خودم بحثمه مشاوره نمیدونم. بله بله. خب وقتی ایشون قبول نمیکنه، چند سال شما ازدواج کردید آقای باقری؟ ما الان 7 ساله. 7 ساله. آیا فرزندم دارید شما؟ نه بله فرزندم ندارم. در هر صورت باید هر دو بخواید. بله در هر صورت نه. من خوشحال میشم با شما بیشتر وقت بذارم آقای باقری و بله. که بتونم تا اونجایی که دانش من اجازه میده، تجربه‌م اجازه میده در خدمتشون باشم، به در خدمت شما باشم. برای همین اول میخوام الان میخوام فقط برای شما دعا کنم. آمین. برادر عزیزم دعا کنم که اون آرامش رو اون تسلی رو داشته باشید. و بعد از این از اتاق فرمان خواهش می‌کنم آقای باقری رو لطف کنن در زمان برگشت وصل کنن به من که با ایشون وقتی داشته باشم. آمین. تا بتونم بهتر کمکشون کنم. ولی لحظه چشماتو ببند آقای باقری، من در نام عیسی مسیح دعا میکنم و ایمان دارم به مسیح که قادر هست و میتونه و میخواد زندگی ما رو در مسیر صلح قرار بده. لطفا شما با من متحد بشید، سپاسگزارم. اگر هموطنان دیگه هستن هیچ لزومی نداره حتما شما مسیح ایمان داشته باشید، هر باوری که دارید، اگر ایمان داری خدا خدای عشق و محبت هست و مسیح رو به عنوان سرور صلح و آزادی میشناسید، لطفا با دعای من متحد بشم. شکری پدر جان، خداوند تو رو شکر میکنم برای وجود هموطن عزیزم ای خداوند، برای آقای باقری عزیز تو رو شکر میکنم، قلب خوبش خداوند، او در اصل با تو تماس گرفته و ما نیز خدا با اون متحد میشیم
در حضور تو هستیم ای خداوند، و از تو میخوام در نام عیسی مسیح خداوند روح مقدس تو یک لمس تازه کنه وجود به افکار و دل و احساسات برادر عزیز من رو، از آنچه که پیش اومده ای خداوند، از آنچه که همسرش رو رها کرده و رفته خداوند، آرامش و تسلی تو برای آقای باقری باشه، و همچنین همسرش رو به حضورت میارم که قلب او رو لمس کنی، چه در خواب و چه در بیداری و چه در رویا او رو ملاقات کنی ای خداوند، و خواهش میکنم ای خداوند با فیضت این دو عزیز رو به هم تو پیوند بزن، و حقیقت خودت رو نیز بر عزیزان بیشتر از گذشته مکشوف کن، و تو جلال یا در زندگی برادرم و همسرش، و همه اینها رو در نام مسیح میطلبم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن برادرم. من منتظر تماس شما هستم که بتونم ببینیم چه خبر هست، در خدمتتون باشم. شما رو دستان مسیح میسپارم. دست مادر خدا باشه. فیض بریم با هم دیگه خط دیگه رو داشته باشیم. امیر جان رو خطی بفرمایید. آیا صدای ما رو دارید شما؟ الو امیر؟ امیر عزیز بفرمایید. الو سلام. درود بر شما. بفرمایید. خسته نباشید. پاینده باشید. بفرمایید. شما سلامتی. خدا رو شکر. مرسی. بفرمایید. در خدمتون هستیم جانم. جانم متاسفانه قطع شد، عذر میخوام ازتون. بریم خط دیگه ای داشته باشیم. امیر جان تشویق میکنم دوباره تماس بگید، اگر عواملی باشه خوشحال میشیم بتونیم شما رو خدمت کنیم. آمین. بفرمایید. رضا از ایران هستم. رضا جان بفرمایید. سلام خدمت کیکی عزیز و فرزانی هستم. درود بر شما رضا جان، در خدمت شما هستم. بفرمایید. بهتون برکت بده. خیلی خوشحالم با شما دارم صحبت می‌کنم. بعد از اینکه تماس بگیرم دلایل. آقا جان خدا رو شکر. همیشه براتون در دعا هستم. سپاسگزارم. احتیاج دارم. احتیاج داریم رضا جان. واقعا خوشحالم، خیلی خوشحالم. عزیز مرسی برای برنامه‌های پربرکتتون. همیشه برکت می‌گیرین در این برنامه. نظر لطف شما. برکت قوت بده. جلال در نام خود. آمین. آمین رضا جان. آمین. خواهش ممنون. همیشه واقعا برکت می‌گیریم از وجود شما. جلال عزیز. برکت بده، قوت بده تا در بتونید با هم آمین. برای جلال نام خداوند در ایران بده بخشیم و آمین. شما رو بکنیم. آمین. کنار کنار هم. آمین. آمین رضا جان. آمین. سپاس گذارم. خیلی خیلی خوشحال شدم. خصوصاً برای ایران و ایرانی در دعا باش. میدونم که همیشه کارتون همینه واقعا. بله. سپاس گذارم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. حتما رضا جان. واقعا آرزو اینه که یک روزی از نزدیک دستپای شما رو از نزدیک بشورم. عزیزی عزیزی. نه وظیفه ماست که پای شما رو بشورم. مرسی رضا جان. مرسی. خواهش میکنم. شما بزرگواری. خواهش میکنم. خداوند شما ابزار دست خداوند هستید. جلال از آن اون. برای جلال نام خداوند میدرخشید. سپاس گزارم. بعد موقعیت شبکه محبت سپاس گزارم که واقعا این برنامه رو تهیه کرده. بعد برنامه گذاران واقعا خدا رو شکر برای مسیح. خدا رو شکر برای مسیح. سپاس. پس رضا جان بیا جونم. اگر نه بیا پس با هم دیگه متحدن برای کشور عزیزمون دعا کنیم. در کنار عیسی مسیح. و خدا رو شکر رضا عزیز چه دل خوبی داره که برای ایران و ایرانی ها میخوان دعا بشه. و این موضوع بسیار مهم هست. هموطنان عزیزم، هموطنان عزیزم، باور کنید دل من تماما برای مسیح هست، و آمین. مسیح میدونم که دل ما رو در مسیر آنچرا که مردم نیاز دارن، مردم احتیاج دارن و سختی ها و مشکلات هست اجازه میده اونجا باشه. آمین. و ما خادمین خداوند هممون فرق نمیکنه، همه خادمینی که خدمت میکنن قلبشون و دلشون برای اون کشورشون هست. امروز ما به عنوان ایرانی برای ایران عزیزمون هست، و اگر مطلبی رو میگیم، صحبتی رو میکنیم، از روی دلسوزی های ما هست. و من ایمان دارم که خدا با فیضش اجابت میکنه. آمین. اما ما دعا میکنیم. آمین. شما هم دعا کنید و حکیمانه عمل کنید برای سرنگونی این نظام لطفا. بیا رضا جان با هم متحدن دعا میکنیم. آمین. پدر جان خداوند تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمه، تو رو شکر میکنم برای سرزمینمون ایران،
ایرانی که خداوند را تو در نظر داری مطابق فیضت بر قلب ایرانی ها سلطنت کنیم. هرچند در روزهایی هستیم که مطابق آنچه که در کلام تو کتاب ارمیا باب 49 اعلام میکنه ایرانیان آواره جهان خواهند شد و نیز این گونه شده، اما تو وعده دادی که آنان را برمیگردانی. قدرت تاریکی رو توی ایران میشکنی خداوند و بر قلب ایرانیان سلطنت میکنی، چرا که تو پادشاه حقیقی ما هستی. ای یهوه، اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح این ابر تاریک رو از بالای سر کشور عزیز ما تو دور کنی خداوند، و نور پر جلال تو بتابه، قلب‌های ایرانی ها رو لمس کنه به حقیقت تو و نام یهوه خداوند، و تو بلند کرده بشی عیسی خداوند، و در نام عیسی مسیح این تو باشی که نهیب میدی به این نظام اسلامی خداوند، در روح‌های شرارتی که پشت این نظام هست خدا که سرنگون بشن بیافتن، و خدا تو خادمین راستین که پر از حکمت و محبت هستم از طرف تو بتوانن ای خدا ملت ما و کشور عزیز ما را خدمت کنن. ممنون هستیم، سپاسگزاریم و همه اینها را در نام مسیح میطلبیم. آمین. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنیم. خدا شو برای وجود رضا جان عزیزم، اگر مطلب نیست خدا به برکت بده. همچنین شما رضا، به شما مرسی، خدا بهتون برکت بده. همچنین شما رضا جان، مرسی مرسی، شما رو دستان خدا میسته. بریم با هم دیگه، خواهر دیگه ای رو داریم. بله زهره جان، روی خط هستی عزیزم؟ آیا صدای ما؟ درود بر شما، بفرم. درود بر شما، بفرم. خواهش من پاینده باشید. مرسی، شما هم همینطور هموطن عزیز، بفرمید. سلام پیشش رسول، درود بر شما. خواهر عزیز من سلام میکنم. منم همینطور، سپاسگزاریم، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. پیشش رسول، من دعا میخواستم برای بچه‌هام. بله حتما. من ایمان دارم تا 3 ساله، خیلی هم از مسیح چیزهای خوب دیدمه. شکر. خدا رو شکر، کسی که با مسیح هست همیشه نیکویی از او خواهد. من خودم هم خواهرم دوتایمون کتاب خدا رو شکر ایمان آوردیم 10 سال پیش. ای جانم، خدا رو شکر، خدا رو شکر. ولی سالا موفق نشدم با شما صحبت کنم، خیلی دلم میخواسته. جانم من این سعادت رو نداشتم، الان این افتخار رو دارم. خواهر زهره در خدمت شما هستم. کلیش رسول پسر خواهرم، بعد از این ما ایماندار شدیم، پسر خواهرم یه غده تو گردنش کرد و غده بود. بله. بعد دکترها همه میگفتن باید بره عمل کنه، ما بودیمش تهران. بعد دکتر زمانی که رفت عمل کنه به داخل اتاق رفت، حتی پاره هم کرد، ولی خواهرم تمام داشت میگه عیسی مسیح. بعد میگفت اصلا برو رو تک، خیلی دعا میکرد. بعد اومدم پاره هم کردم، چیز دکتر اومد بیرون گفت که اصلا یه چیز عجیبی، گفت که نگاه کنیم شما از چی خواستین این معجزه، یه چی نیست. هللویا، شکر، شکر، هللویا، خدای شکر. بعد دیگه خواهرم هم اونجا بلند مطبم مطلب شخصی بود، تمام خیلی هم نشسته بودن، بلند در اومد گفت من از عیسی مسیح خواستم. برافو، برافو، آمین، هللویا. خلاصه این اصلا یه معجزه است. آمین، آمین. برادر من یه 2 تا پسر دارم، خیلی نگرانشونم، خیلی الان یعنی به حکم مسیح که آرومم. آمین. خیلی داشتم از دست میکشتم، خیلی متاسفم، راهش درست نیست. جان. ای جانم، می‌خواستم دعا کنین براش. حتما اگر مایل هستید اسامیشون رو بگید که ما در لیست دعایی هفته ایمون بذاریم، اگر مایل هستید. سعید و فرید. بله. از خواهرم سمی میخوام که لطف کنم برای شما دعا کنم، منم با ایشون متحد میشم. آمین. خواهرم زهره، با ایمان، با اون قلب خوبی که دارید، با دعای خواهرام متحد میشم. من از جنوب ایران زنگ میزنم. نظر لطفتون. از جنوب، از کجای جنوب؟ خواهش میکنم. قد شدم متاسفانه. بله لطفا با دعای خواهرمون شما متحد بشید. ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش شما رو برکت خواهد داد با این ایمانی که شما دارید. بفهم، خواهش بفهم. شکر میکنم این مسیح زنده، به حضورت میایم خداوند، و خواهرم زهره رو به حضورت میارم، خواهرشون رو به حضورت میارم خداوند،
که قلبشون متعلق به توه. پس در نور تو دارم قدم میزنن خداوند، بگذار که کلام تو چراغ پاهای اونا و نور راه زندگیشون باشه تا ابدالآباد. برای پسر خواهرم خداوند سعید و وحید دعا میکنم. خداوند اونا فرزندان گم شده ای تو هستن. خداوند میخوام همینجور که منو با آغوش خودت پذیرفتی، کشیش رسول عزیزم رو با آغوشت پذیرفتی، وحید و سعید رو به خداوند تو به آغوشت بگیری و هرگز رهاشون نکنی. خواهش. چون تو گفتی طبق کلام زندت که تو هرگز ما رو رها نمی کنی. خواهش. میخوام که روح مقدس تو روی این پسرات بریزی و برای همیشه سربازان عشق و خداوند و محبت و گذشتشون بکنی. خداوند باشه که دفعه دیگه خواهرم که زنگ میزنه با خبرای خوش به ما خداوند زنگ بزنه و همین جور که اون فرزند خواهرش رو خداوند روی تخت بیمارستان این مسیح زنده من شفا دادی، چون از تو خواست و تو که سرور سلامتی هستی اون فرزندشون رو شفا دادی در آن واحد. خداوند شفای جسم و جان و روح برای سعید و وحید عزیزم. آمین. و همه اینا رو به نام مقدست پدر جان به نام عیسی مسیح زنده به حضور دو بردیم و با ایمان دریافت کردیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن فرزوره عزیز و همچنین دیگر هموطنانی که با دعای ما متحدشیم. بریم با هم خط دیگه ای داشته باشیم. ایرج عزیز هستن، بفرمایید. ایرج جان وقت شما بخیر. بفرما هموطن عزیز جان. الو سلام. درود بر شما. درود بر شما. سلام درود بر شما عزیزید. بفرمایید ایرج جان. وقتتون بخیر. وقت شما بخیر هموطن. شما همینطور عزیزم. من دوستمون موجودی حالا خانم هست، من اسم خانمی شما نمیدونم، نه موجودی آقا نه موجودی خانم رو. بله. بعد اینکه چند وقت برنامه‌هاتون رو دنبال می‌کنم. نظر لطفتون. نمی‌خوام نامتون به جایی که الان اعتقاد داشتم ولی الان ندارم. بعد اینکه واقعا برنامه فهم بعد چند وقت نمی‌خوام کنم خیلی تاثیری برنامه قرار گرفتم. خدا رو شکر. خدا رو شکر. بعد اینکه من 15 سال اعتیاد فعال داشتم. واو. ای جانم. بله. الان جان بفهم. بعد اینکه 15 سال اعتیاد فعال داشتم، حالا حتی نزد میکردم، حتی دعا میکردم، حتی به قول معروف دست به دامن شدم، نتیجه نگرفتم. بله. برای اینکه حالا اتفاق رخ داد و یه موجود زندگیم رخ داد و 5 سال الان خواستم. خدا رو شد. حالا برنامه رو میبینم، خب حالا برنامه که من توش پاس دادم، خب عبیدی از اون جایی که خودت میره برتر در اعتقاد داری، خب بله از این کمک بله. آمین. متوجه ازم از این؟ بله بفهمت جانم بفهم عزیزم. بعد اینی که حالا من این برنامه از اون چند خودت دارم این سینه خیلی هم تماس گرفتم و محبت رو کیک دوستم صحبت کنم. خواهش. بعد خدمت شما که آرزم، حالا این برنامه رو من میبینم، حالا یه جورایی نمیدونم تلنگر خورده یا اینی که واقعیت من نمیدونم، لطفا نمیدونم، جدی نمیدونم. فقط نه برنامه‌تون میدونم، خیلی تماس میگیرم، گفتم که اگه ممکنه برای منم دعا کنید. حتما. خیلی مشکل داشتم، خیلی خراب کردم. حالا این برنامه‌تون شاید یه اینی که من خودم هم یه حرکتی داشته باشم، یه زحمتی بکشم، تو من برام دعا کنید. حتما حتما. ایرج عزیزم، ایرج عزیزم جانم. همه ماهایی که خدا رو باور داریم، همه ما فکرمونه که خدا ما را آفریده، همه ایمان داریم خدا محبت، خدا مهربان، یعنی در غیر این صورت ما اصلا هرگز دوست نداریم که اون خدا رو برای خودمون داشته باشیم. پس قلب ما گواهی میده خدا خدای عشق و محبت هستش. پس ایرج جان، آنجایی که کلام خدا میگه خدا محبت هست و اونقدر جهان رو دوست داره که حتی یگانه پسر روحانی یعنی روح خودش رو، یعنی روح القدس رو، همان گونه که ما در قرآن در سوره مریم داریم که میگه جبرئیل روح خدا رو بر مریم دمید. وقتی چنین پیامی رو ما میگیریم، ما پیام عشقیه که از طرف خدا داره میاد. آمین. و انجیل مسیح هم همین رو میگه. انجیل مسیح داره گواه بر این هست
که خدا انقدر مردم و جهان رو دوست داره که یگانه پسر روحانیشو، پسر یعنی شبیه، در بود روح داریم صحبت میکنیم، فرستاد بر روی زمین به خاطر گناه ها و دردها و رنج ها و بیحکمتی انسان. او بهای گناه انسان رو روی صلیب داد و مرد و پس از 3 روز قیام کرد تا هر کس که به او ایمان میآورد هرگز هلاک نشه. آمین. گذشته از این که در مرحله اول رستگار میشه، حمایت خدا با او خواهد بود. آمین. آیا ایرج جان، آنچه که گفتم قلب تو میتونه بپذیره؟ این خدای خدای عشق و محبت این کارو میتونه برای تو بکنه؟ دارم گوش میدم، باید جواب بدم؟ بله، میخوام بگم آیا قلب تو هم گواهی میده که این خدا این کار رو برای تو کرده، برای من انجام داده، که ما رو آفریده؟ بعد برادر عزیز، من عرض کرد الان شاید هم فرصتتون خیلی کم باشه. نه درست، بعد این الان حالا منشی تلفنیتون با من که وقتیت تو فرصت بکنم، من میگم اگه بهش دوستی باشه، خب درست، من جهنم که بودم، خب جانم، جانم، زد خودم تو خانواده تو همون جهنم بودم، خب جانم، جانم، من ایمان دارم نیروی کمک من داده ها. آمین. هللویا. آمین. بعد اینی که الان واقعا تحت تاثیر برنامه‌هاتونم، حالا معمولا اگه بیکار تایم کاریم آزاد باشه میبینم، نباشه فردا تکرارش میبینم. بله. آمین. نظر که الان تو صحبت‌های شما، این صحبت‌های شما تو منم تاثیر گذاشته. خدا رو شکر بر این مسیح. خدا رو شکر بر این مسیح. بعد حالا گفتم برام دعا کنید. گفتم گذشتا خیلی داغون کردم، علارغم اینکه باید زحمت خودم رو بکشم، شما برام دعا کنید. واقعا خیلی تعمودم تو زندگی من از محبت نسبت ضرورتی های گذشته های خراب نداشتن خونه اینا نیست، اینا زحمت میخواد، ولی دعای شما هم کنارش باشه برام خوبه. رو چشم، ایرج جان، با دعای من متحد شو. من میتوانم برای شما دعای برکت کنم و تو دریافت خواهی کرد. من ایمان دارم. آمین. چون با قلب خوب تماس گرفتی برادر. آمین. و میتونم برای شما هم دعای برکت هم دعای نجات و رستگاری رو بخونم. آمین. که قلبت هم به مسیح بدین. من زمانی معتاد بودم، زمانی تو مشکلات بودم، تو سختی ها بودم. آمین. ولی وقتی که قلبم رو به مسیح دادم، قدرتی در کنارم دیدم که اون روح القدس بود که به من این آرامش و این اعتماد رو داد و من روی اون تجربه دارم عرض میکنم خدمته. مشروط بر این که قلبت گواهی میده، سوالات بعد ما بسیار سوال داریم، بسیار سوال داریم، قلبت گواهی میده خدای تو خدای عشق و محبت هستش، بذار برای دعای نجاتم بخونم، قلبت رو بده مسیح. اما در غیر این صورت اگر هنوز فکر میکنی آمادگی نداری، برای دعای برکت میکنم. کدومشو میخوای برای دعا کنم؟ هر کدومو بگی من در خدمتم. برادر من نمیدونم واقعا، الان دارم با تون صحبت میکنم، مستقیما دارم تلویزیون میبینم، خب اصلا یه بغض خاص گلومه، متوجه هستم؟ ای جانم نمیدونم. فقط یه جواب به من بده، من به تو میگم اون موقع اگر مایل بودی من به شما پیشنهاد میکنم. قلب شما گواهی میده، شما تایید میکنی که خدای تو خدای عشق و محبت هست که بهای گناه تو رو داده که از این به بعد تو در رنج نباشی. آیا این خدا رو شما میپذیری؟ دقیقاً برادر. هاللویا. برادرم شما قلبت مال مسیحه. آمین. شما متعلق به اون هستی. آمین. و مطمئن باش کلام خدا میگه بیایید ببینید بچشید خدا نیکوست. آمین. قلبت مسیح بده برادرم، قلبت مسیح بده، من در خدمت هستم، شبکه در خدمت هست، سوالات رو جواب خواهیم داد. قلبت به خدایی که شما گواه بر این هستی. آمین. که او خدای محبت هست، او خدایی نیست که ما رو رها کرده باشه. آمین. او به دنبال ما بوده، به دنبال تو بوده. آمین. به دنبال تو، حتی موقعی که خواب بودی اون به دنبال تو بوده. آمین. و امروز دستای تو رو گرفته به توسط این شبکه. اگر این شبکه هم نبود، اگر اینترنت هم نبود، اگر تلویزیون هم نبود، خداوند دست تو رو یه جور دیگه میگیره. آمین. چون زمین قلب تو متعلق به او هست. آمین. در کتاب مکاشفه 3:20 میگه در پشت قلب تو ایستادم میکوبم، اگر باز کنی من میام. حالا داره مسیح میکوبه، آیا شما در قلب تو برای مسیح باز میکنی؟ بله.
بله بله. هللویا. لحظه چشماتو ببند. لحظه چشماتو ببند. من از شما سوال میکنم. آنچه که در قلبت هست با آمین و بله بگو. آمین. و برات میخوام دعای برکت کنم. همچنین دیگر هموطنان عزیزم که قلبت اون گواهی میده خدا عشق، خدا محبت، خدا ظلم و تاریکی نیست. آمین. خدا ستم نیست. لطفاً با دعای من متحد بشید، قلبتون رو به مسیح بدید. آمین. چرا که مسیح پیامش پیام عشق خداست. آمین. لحظه با دعای من متحد بشید. هاللویا هاللویا. خدای قدوس پدر آسمانی، شکرگزار هستیم برای این وقت که وقت نجات و رستگاری است. از آسمان تو ببر زمین رسیده. خواهش میکنم. اینک از تو میخوام مطابق آنچه که کلام تو اعلام میکنه که تو یگان پسر روحانی خودت را عیسی مسیح رو بر روی زمین فرستادی و بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و بهای گناه انسان رو داد و مرد و پس از 3 روز قیام کرد تا هر کس که به تو ایمان بیاورد حیات داشته باشه و هرگز هلاک نشه. آیا برادرم ایرج آنچه را که گفتم قبول دارید؟ بله بله. و آیا حاضر هستی نسبت به گناهان گذشته در حضور خدای پدر توبه کرده و از این به بعد به هدایت روح القدس در مسیر راستی و عدالت او زندگی کنید؟ بله بله. هاللویا بله. هاللویا. و آیا عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده و خداوند خودت میپذیری؟ بله. هاللویا بله. خداوند آنچه را که برادرم ای پدر جان با قلبش با زبانش اعلام کرد به حضور تو میارم. آمین. از تو میخوام نام ایرج رو مطابق وعده‌ای که دادی در دفتر حیات خودت ثبت کنی. همچنین آمین. دیگر هموطنان عزیزم که همین الان با این دعا متحد شدن خداوند و وجود این عزیزان رو خداوند تقدیس کن. از هر ضعفی، از هر خستگی، از هر نگرانی، از هر ترسی در نام عیسی مسیح، از هر آنچه که از طرف تو نیست، زندگی عزیزان، خانه عزیزان، محل کارشون، رفت و آمدشون ای خداوند، تقدیس بشه و نام تو جلال یابد ای خدای قدوس در زندگی عزیزان به پوری روح القدس و قوت تو. و چون همه اینها را در نام پدر، پسر، روح القدس اعلام کردیم، در نام عیسی مسیح خدا میپذیریم. آمین. آمین. آمین که با ایمان آمین. دریافت کن برادر عزیزم. خدا حفظت کنه ایرج جان عزیزی. با ما در تماس باشی ایرج جان. از ایرج جان لطفاً با من از اتاق فرما خواهش کنم، چون میخوام برات یه انجیلم بفرستم. سوالات تو بنویس عزیزم. کلام خدا میگه همه چیز را تحقیق کنید. کلام خدا ما رو تشویق میکنه سوال کنیم. جواب سوال کمک میکنه شک بره کنار و ایمان جایگزینش بشه. آمین. برادر عزیز. بله. عزیزی از راه دور میبوسمت، بهت تبریک میگم، ورود تو تو ملکوت خدا بود. تماس میگیرم بازم باهاتون. در خدمت هستم. خدا نگهدار. رئیس خدا. خیلی مرسی زحمتش دادم. ای جانم. عزیزی. اسم منم سمی هستش. ایرج جان من خدا با تو کار بزرگی داره ایرج جان. خدا با تو کار بزرگی داره. مرسی. شما رو به دستان مسیح میسپارم. خواهش دارم. خدا نگهدار. فیض خدا باشه. بریم با هم دیگه خط دیگه رو بگیریم. مصطفی روی خط هستی عزیزم. سلام خواهر برادر دارم. درود بر شما. درود بر شما برادر عزیزم. در خدمت هستم. آیزا بیری در جای خوبت این سلامتی خدا خدایش مرسی مصطفی جان مرسی سپاس گذارم خدایش شکر برای مسیح من جان. مصطفی هستم درخواست دعا دارم برای حتما آچه ایچانم قبلا هم بهتون زنی دادم بله بله گفتید با ایمان دریافت کنگی آمین بله حتما میگیم اینو به همه عیزا هنوز میخوام جان هنوز میخوام با ایمان دریافت کنم هنوز این درک روحانی یکی نیست که با ایمان دریافت کنم نتونستم متوجه آخ جانم 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 مصطفی جان لحظه بعد شما که به مسیح ایمان دارید شما به مسیح ایمان دارید درسته؟ بله 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 هاللویا هاللویا عیسی کلام خداوند میگه ذات خدا عدالته آمین آمین میخوام جواب سوال شما بدم ذات خدا عدالته عدالت یعنی از نظر روحانی رابطه عاشقانه انسان با خدا با چی؟ با هدف خدا
هدف خدا چی بود؟ این بود که انسان به شباهت او آفریده شده و در این مسیر رشد کنه. عیسی مسیح هم به خاطر همین اومده، روح القدس هم برای همین به ما داده شده. این عدالت خدا تعریفش این هست که تمام آنچه که در نظر خدا نیکوست برای انسان نصیب او بشه. در نظر خدا سلامتی، امنیت، آرامش، صلح، عشق، محبت، تمام نیکویی‌ها هستش. و وقتی من میرم در حضور این خدا، من ایمان دارم عدالت خدا برای من برکت سلامتی زمانی که من مریضم، زمانی که بی پولم، بی برکت هستم از نظر مالی، خدا برکت مالیه برای من. چرا؟ چون این دیدگاه خداست. وقتی که اعلام میکنیم که با اون ایمان بپذیرید، یعنی من ایمان به عدالت خدا و بعد به خودم نگاه میکنم، میبینم من از خودم میگم، البته مصطفی جان، من میبینم من شایسته نیستم، ولی به شایستگی من نبوده، به فیض خدا بوده. فیض خدا از خون مسیح میاد که بر من پاچیده شده. شما این فیض رو دارید به توسط محبت خدا. برادرم با همین فیض سلامتی رو دریافت کن وقتی دعا میکنیم. عزیزم، آمین. عزیزید، عزیزید، عزیزید. جان از بفهم، میخوام بگم که رابطه خوبی دارم با خدای خودم. حتما حتما، آرامش خاصی تو زندگی اومده از موقعی که دعای نجات خوندم. خدا رو شکر، آرامش خوبه. امتحان نمیتونم بگم نیست، اما نمیدونم یا نواقصی دارم یا مشکلاتی دارم که باعث میشه نمیتونم دریافت کنم. فکر میکنم خب نگاه کنید، چون فکر میکنم یه موهایی چشم و زبانم زیاد نیستم، تحت کنترلم نیست و بدنم آلوده میشه، برای همین دریافت نمیتونم بکنم. چون فکر میکنم اینجوری باشه، من میخوام برای من روشن بشه که چیه، یعنی که خاطر این نمیتونم دریافت کنم. نه برادرم، اولا اینو بدونیم مصطفی جان، ما زندگی ما تا مادامی که روی زمین هست سختی ها و مشکلات خودش داره. این بدن نیز در ضعف است. به هر حال درست ما مؤمن هستیم، اما امیرالمؤمنین نیستیم. بالاخره مریضی میاد، سختی ها میاد، مشکلات میاد و ما باید بریم آسمان، بریم پیش بابامون، بریم اورشلیم. همه ما آسمانی هستیم، دیر یا زود باید بریم. به هر حال هر موقع دور از جون شما عذر میخوام، 100 سال دیگه مصطفی جان همه ما برای شما میاد. به هر حال به یه دلیلی باید بریم آسمان. آمین. ولی سختی هم هست، چرا که کلام خدا میگه شیطان بر زمین سلطنت میکنه و ما روی زمین هم جنگ داریم. سختی ها مشکلی ندارم. بله با سختی ها خیلی راحت برخورد میکنم، چون الان دیگه رفت کردم یه مقدار توی این میزنم. خدا رو شکر، برای مهم نیست از کی میخورم، کی میپوشم. درست، یا زیاد برای مهم نیست. درست، اما این که خیلی وقت برای کمرم دعا میکنم ولی این که دریافت کنم شفا رو بگیرم، چون مثلا میبرم سخت بگفتم از یه مرد عادی بگیرد به شما. عزیزی جلال عزیزی جد. چش حتما دعا میکنیم، ولی فراموش نکنیم، حتی امکان داره، حتی امکان داره مصطفی جان، ناامیدت نمیخوام بکنم عزیزم، حتی امکان داره ما در ایمان باشیم، اما ضعف جسمانی هم داشته باشیم تو ابدی که روی زمین هستیم. پولس رسول نیز اعلام میکنه برای اون ضعفش، حالا صحبت از خار میکنه، هر که مفسری به نوعی تعریف میکنه، براو براو، میگه سه بار دعا کردم و خداوند گفت که من در ذات تو قوت خودم رو نمایان میکنم. پس بنابراین اینم برای نیست، امکان داره یه ضعف، ولی ما ایمان داریم خدای ما خدای محبته، ما امیدمون از دست نمیدیم. آمین. ما این ایمان رو داریم، دعا میکنیم، نه سه بار، 300,000 بار دعا میکنیم. ما ایمان داریم خدا با فیضش اجابت میکنه. پس تو هم برادر عزیزم ناامید نباش، اولین برکت، برکت رستگاریه، تسلیه که خودت داری، چقدر خودت خوب اعلام کردی که این قوت رو داری، ولی ایمان داریم که این سلامتی هم خدا میخواد بهت بده. از خواهرم سمی جان میخوام دعا کنه برای سلامتی شما. جانم جان مرسی که شما تو لیست دعاتون نمیتید برای روشت ایمان ما، برای صبر ما، برای بازداری ما. حتما حتما مصطفی جان، درست مشروط بر این که مشروط بر این که مایل بودی، دوست دارم باهات بحث بذارم مصطفی جان. تماس بگیرید
من در خدمتتون هستم. از سمیجا میخوام دعای سلامتی کنم و با ایمان، با اون ایمان قشنگ خود دریافت. هللویا. شکر. خداوند سایه ما. آمین. آمین. خداوند شکرت میکنم برای وجود برادرم مصطفی. آمین. که اعلام میکنه به تو ایمان داره، اعلام میکنه که خداوند کلام تو میخونه و در همون کلام در اشعیای نبی خداوند اعلام میشه که تو سرور سلامتی هستی. آمین. و تو اسمت امانوئل، یعنی خدا با ماست. آمین. پس تو با مصطفی برادرم هستی خداوند، تو از آرزوهای دلش خبر داری خداوند، تو میدونی که در سلامتی میخواد به تو خدمت کنه. پس خواهش من خداوند از تو اینه که همین الان دست شفا بخش روی بدن برادرم بکشی خداوند، و ستون بدنش رو خداوند از دوباره تو بسازی. خواهش. این مسیح زنده من تا بتونه خونش خونه دعا باشه خداوند، و نام تو تو زندگیش بیشتر از گذشته جلال خواهش. پیدا کنه خداوند. میخوام مثل اون ماهیگیری که میفرستی توی دریا تا ماهی بگیره، از مصطفی در ایران استفاده کنی تا جانها رو برای تو بیاره. آمین. و به تو تقدیم بکنه خداوند. آمین. تا جانها سیراب بشن از روح مقدست و ایران در آزادی نام تو رو جلال بده خداوند. آمین. خداوند و عزت میخوام در این لحظه که برادرم مصطفی با تو قرار گذاشته خداوند، از کلام تو پر بشه خداوند، از روح مقدست خداوند پر بشه و هرگز ازت جدا نشه. من در نام عیسی مسیح زنده پدر جان به حضور تو بودیم و با ایمان دریافت. آمین. آمین که با ایمان دریافت. شما رو دستان خدا میسپارم مصطفی جان. مرسی که با ما تماس گرفتی. با فیض خدا گواهی بشنویم از شما. آمین. عزیز فیض خدا باشه. عزیزی. خدا نگهدار. بریم با هم دیگه خط دیگه ای داشته باشیم در لحظات آخر هستیم. بله. علی جان روی خطی بفرما عزیزم. وقت شما بخیر. برادر گلم. عزیزی برادرم بفرمایید علی جان. خواهرم. درود علی جان. خوشا به حالت. خوشا به حال همه ماها. به نام خداوند حقیقت. آمین. 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 در نام خصوص نور عالم عیسی مسیح خداوند. آمین. که هر کس به نام عیسی مسیح اعلام میکند هر کس طرفکنده نخواهد شد. آمین. حقیقتا. این فیض و رحمت حقیقتا. خداوند. آمین. حقیقتا. در سراسر کل جهان. آمین. حقیقتا. به خصوص برای مسلمین کل جهان تا به عربستان خداوند بر من آشکار نمود، تعلیمم داد، دست منو به دست پرقدرتش نام عزیزش عیسی مهر کرد. آمین. اما خونه خادمینش در سراسر جهان. آمین. در سراسر جهان دستشان به دست عیسی مسیح مور شده. آمین. من نام خداوند را جلال می دهیم. شکر. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس با. آمین. صدای فرزندان تو می شنوی. آمین. صدای خادمین تو می شنوی. آمین. نهالی هستی و دستان تو. آمین. شکر. مشت شدیم پدر. آمین. مارک زمین و آسمان و انسان ها. آمین. خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب. آمین. عیسی مسیح پسر خدای متعال، خداوند و نجات دهنده من، منجی بشر، استاد و معلم من، برادر بزرگ من، فرمانده من. آمین. که غلام و سرباز تو هم، خادم تو هم، که مرا برگزیدی و آنانی که نام تو را جلال می دهند. تو فرمودی هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته باشد ریشه کن خواهد کرد. بله. پدر آن چه که از آن تو نیست در ایران، افغانستان، تاجیکستان که به دستان پرقدرت تو کاشته نشده است، منتظریم تا کلام تو به عمل انجامد. آمین. کلام تو تغییر ناپذیر است. حقیقتا. هر چه بگویی به انجام میرسد. آمین. آمین. زیرا کی که از فکر خداوند آگاه باشد تا معلم کسی باشد. راه. آیا بالاتر از خداوند کسی را میشناسی استاد تو باشد؟ هاشد. ای تمامی بشر و قومها، ملتها، ای تمامی مسلمین کل جهان، دست به آسمان کنید.
آمین. خداوند خدای متعال را جلال دهید. آمین. که خالق شماست. خوش آمین. عقل، فهم، شعور داده است که تعقل و تفکر کنید. آمین. عیسی مسیح روح خدا. آمین. یک انسان جدید، رگ جدید، پوست جدید، نفس جدید. آمین. خون جدید، انسان جدید. از روح خدای متعال، بره خدای متعال نامیده شده. آمین. آمین. برای نجات ما بر صلیب دار شد که خداوند صلیب را در بیداری بر من آشکار نمود. هللویا. آمین. شکر شکر. سپاسگزارم برادر عزیزم. کیست که از فکر خداوند آگاه باشد تا استاد تو باشد. آمین. از خالق سوال کن. آمین. نامش عیسیست، کلمه خداست. آمین. هللویا. که جسم انسان شد به قدرت الهیم خداوند خدای متعال. هللویا. آمین. 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 نوریست به جامعه هرگز در تاریکی نخواهی ما. آمین. برافو برافو. آمین. از دهان خداوند صادر شد. آمین. هللویا. آنچه را هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، هیچ اندیشه ای نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا میکند. حقیقتا مهیا کرده است به واسطه ایمان به عیسی مسیح خداوند. آمین. آمین. با سپاس، با سپاس برادر علی عزیز. ما در انتهای وقت هستیم، خطوطمون هم پر هست، پس شما رو به دستان خدا میسپاریم. سپاس گذارم. مرسی علی جان، تماس علی دعا جان. مرسی برای تمامی خادمین خداوند و سپاس. تمامی فرزندانش در سراسر زمین. آمین. آمین. سپاس گذارم. آمین. 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 شما به دستان مسیح میسپارم. مرسی برادر علی عزیز. مرسی هموطنان عزیز. همون گونه که برادرمون علی جان با چه غیرتی حقیقتا خدا رو شکر در کشور عزیز ما ایران چنین مردانی رو داریم و همچنین زنان قیوری رو داریم. آمین. این رو بدون هموطن عزیزم، هرگز ما اینجا نیستیم دسته بندی کنیم، گروه درست کنیم که بگیم ما مسیحی شدیم حالا شما مسلمان هستید. هرگز ما مذهبی نیستیم، ما لا مذهب هستیم. آمین. پیام مسیح این نیستش که ما رو دسته بندی کنه. آمین. گروه گروه درست کنه. خیر، پیام مسیح پیام عشق. تو هم وطن عزیزم، حتی میخوام برم جای دیگه ای که یه مقدار تعصبات هست. بسیجی ها، پاسداران، آخوندها، ای افرادی که توی بازار هستید، مغازه های کوچیک و بزرگ دارید، توی بازار کار میکنید و دلتون گواهی میده خدا هست و به خاطر اون باور خدا دوستانتون نسبت به اون مذهبتون نذر میکنید، کارهایی رو انجام میدید، کارهای خیرم خیلی انجام میدید به خاطر اون باوری که داری نسبت به خدا. این رو بدونید دروازه عشق و محبت آسمان به روی همه ما باز شده. آمین. که به نام عیسی مسیح که بهر تمام آنچه را که دلیلی میشه ما از خدا دور بشیم روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرد. آمین. تا اینک من و تو هم وطن عزیزم به راحتی وارد ملکوت خدا بشیم. آمین. حضور خدا بشیم، محبت او رو داشته باشیم. آمین. و از گناهمون فارغ بشیم با فیض او. آمین. خون او کفاره کنه، نه خون گاو و گوسفند که امروز هست فردا نیست، خونی که همیشه هست، همیشه جاودانه. من از تو خواهش میکنم، بر دلم هست، نمیدونم چرا برای بازاری ها، بازاریان عزیز، خواهش میکنم اگر کسی اینجا هست، بیننده این برنامه هست، به عنوان افرادی که تو بازار کار میکنید، دل خوبی دارید، دلتون برای مردم میسوزه، به طور خاص این روزا دلتون میسوزه برای مردمی که وضعیت اقتصادی خیلی بدی دارن، ناراحت هستید براشون، دوست دارید یه کاری بکنید، خواهش میکنم حقیقت رو از خدا بطلبید. آمین. مسیح حقیقت رو بر شما آشکار میکنه، همون گونه که برای ما آشکار کرده، و این مسیح هست که به شما قدرت و توانایی یاری کردن به این مردمی که امروز در مشکلات و سختی ها هستن رو میده. قلبتون رو به مسیح بدید. خواهش میکنم بسیجی ها، پاسدارها، مردم ایران، خواهش میکنم دست به دست هم بشید، از یهوه بخواهید، نام خدا رو صدا کنید، یک دل بشید، یک شخصی رو که اعلام کردید دوباره اعلام کنید. آمی. اعلام کردید برای شاهزاده، من سلطنت طلب هستم، پادشاه من مسیح هست. تمام. آمی. تمام. اما اعلام کردید یک نفر به دنبال احزاب گوناگون نرید، لطفا حزب رو در در و دیوار ننویسید، این سازمان های حزب اینها دوباره منحرفی هستن، اونها اگر میخوان باید کنار شما بایستن. یک نفر رو صدا کنید چرا که این نظام میترسه و
وقتی یک نفر هست میترسه. همتون شاهزاده رضا پهلوی رو صدا کنید، با هم یک دل بشید، اعلام کنید بر در و دیوار، فقط اون رو بنویسید، صداش کنید، یک دل بشید و اون موقع شما میبینید در اعتصابات جلو برید و این نظام سرنگون خواهد شد. از مسیح بخواید، از یهوه بخواید تا کشورتون آزاد بشه. آمین. از این همه ظلم و ستم رهایی پیدا کنه. خواهد. چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، سعی میکنیم یک دو تا تلفن رو جواب بدیم. آمین. وقت شما بخیر هموطن عزیزم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. حسین عزیز روی خط هستی؟ حسین جان آیا صدای ما رو دارید؟ هستم. پاینده باشید. ممنون. درود بر شما. بفهم خواهش کنم حسین جان. Please enter the number you wish. متاسفانه قطع. بریم با هم یه خط دیگه رو داشته باشیم. نرگس، نرگس جان روی خطی عزیزم. بفهم. درود بر شما زمین. درود بر شما عزیزم. میخواستم کار برام ها کنیم. من این مشکل دارم با مکنم بعضی از این مشکل از دو شد من زنی بزنم وقتی که ولی خودم خیلی زمان بوده. بعد این مشکل با مامانم اختلاف نظر این مشکل با مامانم بیرون من امروزی آه جان نمیدونم چیکار کنم. بعد پدرم این چند پیش با شما تماس گرفت. بله. بعد من تحت تاثیر هفتم رو قرار گرفتم، گفتم شما هم برام کنید. حتما دو نرگس جان شما هم قلبتون مسیح دادی. بله بله خدا رو شکر، خدا رو شکر. من دوست دارم دعا کنم، اما غیر از دعا چون انتهای وقت هستیم میخوام باهات وقتی داشته باشم. آمین. که ببینم چه خبر هست توی خونتون با اجازهتون، بعد در اون رابطه با هم دیگه صحبت کنیم. لحظه با دعای من متعهد شد. متاسفانه وقتمون خیلی کم هستش. هللویا هللویا. خداوند تو رو شکر من برای نرگس عزیز که آمی. ارتباطات رو خدا بهش اهمیت میده. من میدونه این ریلیشنشیپ، این رابطه هاست که خداوند نمایان بر این هست که حقیقتا ما با روح تو زندگی میکنیم و آمی. یا نه. نرگس عزیزم و خانوادهش رو به حضورت میرم در نام قدوس عیسی مسیح. آرامش و تسلی روح مقدس تو بر عزیزان باشه. خواهش. و هر آنچه که باعث اختلاف و سوء تفاهم هست مطابق فیض دور کنیم و حکمت تو بر عزیزان باشه. باشه. که محبت تو عمل کنه ای خدا بیشتر از گذشته. ای پدر جان در کنار هم باشن در این اتحاد و در این یک دلی ای خدای قدوس، عشق و محبت تو رو نیزه خدا نمایان کنن و تو بیشتر از گذشته جلال یابی. اینک در نام عیسی مسیح هر آنچه که در قلب خواهرم است نسبت به آنچه که اعلام کردن به حضورت میرم تا به تایید تو آنچه که نیکوست نصیب این عزیز و خانوادش بشه و همه اینها را در نام مسیح میطلبیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید. شما رو دستان خدا میسپارم. آمین. بله عزیز فیض خدا. بعدم با من صحبت کنید لطفا خواهر نرگس. بله عزیز. بریم با هم دیگه، دو دقیقه وقت داریم، فقط یه خط دیگه بگیریم. اوفیق جان روی خط هستی عزیزم. Please enter the number you wish. متاسفانه قطع شدن. بله بفرم جانم بفرمایید. اوفیق جان الو جانم جان بله جان بیا دعا کنیم برای برای کار دخترم، برای پسرم، برای شوهرم. حتما افیق عزیزو برس، شما یه فرصت نداریم. بله خیلی حتما حتما افیق جان در لیست دعا هستید. شما به دستان مسیح میسپاریم. یه خط دیگه هم بگیریم لطفا. یوسف عزیز رو داشته باشیم. سپاسگزارم چون یه دقیقه وقت داریم نمیرسیم دیگه. یوسف جان آیا صدای ما رو داری؟ یوسف عزیز متشکرم. خوبی خواهش کشیش از جان. مرسی عزیزم بفهم ما یه دقیقه وقت داریم. یوسف جان ببخشید. جانم یوسف جان بفهم خواستم من را درده ها بدارم کشیش از جان. من الان دو سال از ایمان آوردم. خدا رو شد خواستم من را درده ها بدارم کارداد باشم خیلی درگیرن کشیش. آه جان حتما خواستم من آزاد بشه قلبم آزاد بشه ایشان را ایشان من بچش. حتما یوسف جان حتما در لیست دعا دادم. تشویق میکنم هموطنا از شما رو به دستان مسیح میسپارم. یوسف جان ما دیگه وقتمون داره تموم میشه. مشکل مالی دارم. بچشم. آمین حتما یوسف جان. اگرم میخواید روی خط بمونید براتون دعا میکنم. روی خط بمونید. روی خط بمونید. هموطنان عزیز سپاسگزار از این که اجازه دادید که مهمان منازل شما باشیم. خواهش میکنم یک بار دیگه هموطنان عزیز همسایتو بشارت بده، فامیلتو بشارت بده. نترس،
این خبر خوش نجات رو بده به هموطن عزیز. یک دل بشید با هم دیگه در این اعتصابات سراسری، لطفاً بیستید عزیزان. آمه. کیس نظام اسلامی تمام شده. آمه. این دوره تموم شده است. خامنه ای هم آخرین سخنرانیشو کرد، تموم شد. آمه. از این به بعد نوبت شما هست، بلند شید قیام کنید در نام عیسی مسیح، آزادی ایران رو بخواید. یک بار دیگه میگم، یک نام رو صدا کنید عزیزان، شاهزاده رضا پهلوی رو صدا کنید یک دل، و تحت پوشش رهبری ایشون به آزادی برسید. فیض خدا با شما عزیزان باشه.